با سابقه و گونه رسمی میان شفیع و منصور تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد و منصور در گوشه آبی هست و عرفش هم شجاع در گوشه سرخ. منصور بازیکن با تجربه سازمان SFC هست که تجربه چندمین بار در رینگ شبکه ورزشی سر در کار ما داره و حرفش هم احمد شفیع شجاع یکی از بازیکنان توانا و موفق ولایت بغلان هست. بغلان و کابل در مسابقه در برابر هم قرار گرفتن. رفت میکنه تلاش منصور. گراند گیم منصور نسبت به بازی روی پا بهتر هست و به این خاطر رفت کرده و حالا تکدان انجام داده و روی حریف قرار گرفته. تلاش میکنه تا روی حرف قرار بگیره و در نهایت هم تانسته باشه عمل کرده بهتری را در برابر احمد شفیع شجاع از ولایت بغلان داشته باشه. تلاش منصور احمد ابراهیمی از کابل در برابر احمد شفیع شجاع از بغلان قرار گرفته. حالا در فولگارد قرار گرفته، تلاش رو تا دستاش رو رها بکنه، در نهایت هم تانسته باشه ضربات بوکس و آرنج روی سرعت حریفش استفاده بکنم. حالا موفق میشه. موقعیت خوب برای منصور. تلاش منصور احمد ابراهیمی نماینده ولایت بغلان و یکی از بازیکنان مطرح سازمان هست. حالا هم تلاش منصور ضربه نیکیک خیلی خوبه بود از منصور روی سرعت حریفش. رقص پا انجام میشه. تلاش منصور در باب حرفش را میبینیم. هر دو بازیکن با تجربه هست در MMA و در صدد اجرای خوب یا بازی جوان مردانه در برابر حرف آنشون هستن. راند نخست مسابقه هست در سه راند 5 دقیقه مسابقه در نظری گرفته شده. تلاش احمد شفیع شجاع را میبینیم در برابر حریفش. رقص پا انجام میشه. بازم تلاش منصور احمد ابراهیمی. نوکیک رفت میکنه اینجا شجاع. گردن حرف را گرفته، بازم منصور فشار وارد میشه. نیکیک، بازم نیکیک، خیلی عالی. یک و دو زانویش را تانست به صورت طرفش استفاده بکنه. کمتر از 2 دقیقه دیگر تا پایان مسابقه زمان مانده و هر دو بازیکن را هم میبینیم که تلاش میکنه تا بهترین ترکیب را در برابر حرفانش داشته باشد. لوکیک عکس العملی جالب است. هر دو بازیکن را تماشا میکنیم و تلاش حریفش در برابر منصور را میبینیم. او هم بازیکنی نترس و واقعا هم شجاعی هست. رقص پا انجام میشه. باز هم تلاش هر دو بازیکن را میبینیم در برابر حرفانشان احمد شفیع شجاع و منصور احمد ابراهیمی. 48 ثانیه دیگر زمان هست تا پایان راند نخست مسابقه. رقص پا انجام میشه. میبینی که احمد شجاع از الهاست دانسته شفیع شجاع در برابر حرفش عمل کرده خوبی داشته باشه و زاویه های حرف را قفل ساخته و در نهایت هم تلاش برای شوی بهتر داره و میبینی که فرصت نمیده برای منصور با توجه به اینکه تجربه خوبی داره و هم بازیکن با انگیزه بالای هست. بازم ضربات بوکس استفاده میشه. فرار اختیار میکنه. بازم تلاش منصور احمد و حالا در
روی رنگ حرف را قرار میتوه و زمان هم آیسته آیسته با پایان مرسه و پایان رامده نخست مسابقه. مسابقه هفتم هست در وزن 54 کیلوگرم، دو بازیکن از ولایت کابل و بغلان در برابر هم قرار گرفته. منصور احمد ابراهیمی را با تصویر ببین، بازیکن توانای هست در سازمان SFC که در برابر حریفش از ولایت بغلان قرار گرفته و در برابر احمد شفیع شجاع چهره از ولایت بغلان قرار گرفته و راند نخست مسابقه هم با پایان رسید و تا لحظات دیگر ادامه بازی میان دو بازیکن برگزار خواهد شد. راند دوم مسابقه هم آغاز میشه میان شفیع شجاع و منصور ابراهیمی. رقص پا انجام میشه از سوی هر دو بازیکن. هر دو بازیکن از انگیزه و همچنان از آمادگی خیلی خوبی برای مسابقه برخوردار هست. باز هم بوکس شجاع میشه، حالا تک داون میکنه شفیع شجاع. تلاش منصور در برابر شفیع شجاع. بازی در روی رینگ هست، دستانشو قفل کرد اینجا منصور ابراهیمی، فرصت نمیده برای حریفش تایی که عمل کرده داشته باشه. حالا بینیم در نهایت منصور چه شکلی داره در برابر حریفش شفیع شجاع خواهد گرفت. ضربات آرنج استفاده میشه. توقف داده میشه از طرف دهار وسط و بازی هم روی پادون بال خواست، اما اینجا شفیع شجاع اعتراض داره. دهار مسابقه را آغاز کرده اما شفیع شجاع اعتراض داره و حالا هم تلاش هر دو باز کن و اعتراضی که وجود داره و داور مسابقه را هم میبینیم که بازی را توقف داده. باید بازی از جایی توقف پیدا کرده بود آغاز میشد. در همین شرایط لحظات قبل قرار داشت بازی توقف پیدا کرد. و تلاش منصور ابراهیمی را هم در برابر حرفش میبینید. درصدی که هستایی که برامت بکنه از هیچ رایی که داشته و در ادامه تانسته باشه عمل کرده داشته باشه و رقابت بهتر داشته باشه. بازی در روی رینگ هست اما عکس‌العمل نداره هیچ یک از بازیکن. ببینید داور وسط چه تصمیمی رو خواهد کرد، باز روی پا دنبال خواهد شد یا اینکه به این منوال پیش خواهد رفت. حالا تلاش شفیع شجاع رو میبینیم. ضربات بوکس اجرا میشه از زیر سوی منصور ابراهیمی. ضربات بوکس هست که در برابر حرفش استفاده میشه. شفیع شجاع از ولایت بغلان روی حریفش قرار داره در برابر منصور ابراهیمی. 1:45 دیگر تا پایان راوند دوم مسابقه زمان هست. بازی که میان منصور احمد ابراهیمی از کابل و احمد شفیع شجاع از ولایت بغلان برگزار شده. باز هم تلاش هر دو بازیکن را میبینیم. ضربات البو استفاده میشه سوی منصور، هرچند که شفیع شجاع روی حریفش قرار داره ولی نمیتونه تا ضرباتش را استفاده بکنه چون
از هر لحاظ منصور ابراهیم میتونست قفل بکنه حرف را و فرصت ضربات را هم برایش نمیده، اما میبینی که بگونه انفرادی تلاش میکنه شفیع شجاع تا ضرباتش را استفاده بکنه. پنجاه و پنج ثانیه دیگر تا پایان راوند دوم مسابقه زمان هست. احمد شفیع شجاع از ولایت بغلان در برابر منصور ابراهیمی از ولایت کابل رقابت داره و فعلا هم شفیع شجاع روی حرفش هست و منصور ابراهیمی هم در سه تلاش شفیع شجاع برای اجرای بهتر در برابر منصور ابراهیمی هست، اما میبینید در کل عمل کردی نداشت و داور مسابقه هم توقف داد بازی و بازی دوباره در ثانیه های باقی مانده روی پا دنبال میشه. باز هم رفت میکنه اینجا شفیع شجاع، دست حرف را قفل میکنه باز هم منصور، ببینه موفق خواهد شد تا آرمبار را بسته بکنه آخر که چندی که حال دشوار خواهد بود برای منصور و باز هم تلاش منصور را میره ضربات بوکسر را روی بدن حرفش میشونه و ثانیه های پایان مسابقه ما آهسته آهسته فرا میرسه و پایان راوند دوم مسابقه. شفیع شجاع را با تصویر تماشا میکنید، نماینده ولایت بغلان بازیکنی که رقابت خوبی در برابر منصور ابراهیمی داشته تا اینجا. حالا راند سوم مسابقه هم تا لحظات دیگه برگزار خواهد شد. راند سوم مسابقه تا لحظات دیگر میان شفیع شجاع و منصور ابراهیمی برگزار خواهد شد. آغاز راند سوم مسابقه و راند پایان مسابقه، شفیع شجاع از بغلان در برابر منصور ابراهیمی از کابل رقابت داره. تلاش منصور ابراهیمی از کابل هست، بس کنه که حالا موفق میشه تا سبمیشن ریارنه که چک را بسته بکنه، اما پاهاش را نتانسته بکنه درست قفل بکنه دور کمر حریف در صددی هست، اما دستش را در واقع تانسته بدگونه درست داخل بکنه، فشار وارد میشه، سبمیشن ریارنه که چک بگونه درست تکمیلش حالا تکمیل کرده، پاهاش را خیلی خوب تانسته قفل بکنه و در صددی هست تا سب میشن ریار نه که چک را بسته بکنه، فشار وارد میشه سوی منصور، در بهترین موقعیت قرار داره منصور ابراهیمی و در حالتی که شانس خیلی کم هست برای حریفش برای شفیع شجاع. بازم تلاش منصور ابراهیمی در برابر شفیع شجاع رو میره، مطمئنا بازی از جایی که توقف پیدا کرده بود دوباره آغاز خواهد شد. بازی از جایی که توقف پیدا کرده بود دوباره آغاز میشه، اما شفیع شجاع اعتراض داره، ولی بازی باید از موقعیتی که توقف پیدا کرده بود دوباره آغاز شود و شرایط خیلی خوب و حساس است برای منصور ابراهیمی روی جایی که داره، مطمئنا موفق خواهد شد تا سب میشنش رو بسته بکنه. آخر باز هم تلاش منصور ابراهیمی در برابر شفیع شجاع، ضربات البو و الان سب میشن ریه رکه چوک، تلاش از سوی منصور ابراهیمی، فشار وارد میشه هرچنده که سب میشنش بگونه درست نتانسته بسته بکنه و ببینیم در نهایت موفق خواهد شد تا این سب میشن را تکمیل بکنه. آخر تلاش منصور ابراهیمی در سب میشن ریه رکه چوک نتانست تکمیل بکنه و سب میشنش را و همچنان تلاش ادامه داره از سوی منصور ابراهیمی. بازی سختی در پیش داشته منصور ابراهیمی در برابر شفیع شجاع. راوند سوم مسابقه است، 2:37 دیگر هم زمان داره و واسه هم تلاش منصور ابراهیمی رو میبینه، پایش رو خیلی خوب تانسته قفل بکنه، تنها مشکل روی دستایش است که نتانسته تا این دم بگونه درست تکمیل بکنه و بتانه
سابمیشنش رو تکمیل بکنه و در نهایت تونسته باشه برنده مسابقه شناخته شه. پس هم ضربات بوکس استفاده میشه از سوی منصور ابراهیمی. تلاش منصور ابراهیمی رو میبینیم ولی نتونست سابمیشنش رو بسته بکنه. اگر مطمئن اون سابمیشن رو بسته بکنه و بتونه تکمیل شه که کار رو تمام خواهد کرد. ولی پس هم ضربات آرنج و بوکس رو استفاده میکنه تا زمینی ایجاد شود تا در نهایت تانسته باشه سابمیشن ریر نیک چوک رو بسته بکنه. مسابقه حساس است. یک دقیقه و 43 ثانیه دیگر زمان باقی مانده. باز هم تلاش منصور ابراهیمی در برابر حریفش رو با هم تماشا میکنیم. شفیع شجاع واقعا بازیکن توانمندی بود از ولایت بغلان. میبینید که فرصت نمیده برای منصور تا سابمیشنش رو بسته بکنه و براحتی بازیکنش خیلی خوب تانسته بلاک بکنه و ضرباتی که استفاده میشم روی گارد هست. تأثیر بسزایی نداره که بتونه بازی رو به نحو خودش رقم بزنه. ولی باز هم میبینین تلاش منصور و حالا فشار وارد میکنه و باز هم تاکید روی سابمیشن ریر نیک چوکش داره ولی نتونستی باز هم تکمیل میکنه. کمتر از یک دقیقه دیگر زمان داره. باز هم تلاش منصور ابراهیمی در برابر حرفش رو میبینیم و 46 ثانیه دیگر زمان هست. در واقع بازی به میمون والا پیش رفته و مقاومت خوبی از خودش شفیع شجاع در برابر منصور ابراهیمی نشان داده و باز هم ضربات بوکس استفاده میشه و خیلی هم خوب ضرباتش روی بدن حرفش میشونه. اما شفیع شجاع رو میبینی که همچنان مقاومت نشان میده و ضربات بوکس استفاده میشه از منصور ابراهیمی روی بدن حریف. باز هم ضربات بوکس اکسل عمله جالب و دیدنی از سوی منصور ابراهیمی رو با هم تماشا میکنیم و ثانیه های پایانی مسابقه است و تمام میشه. خب بینندگان عزیز با هم تماشا کردن مسابقه جالبی بود میان احمد شفیع شجاع و منصور احمد ابراهیمی و بابا تاجو و عملکردی که دو بازیکن داشت در تمام راوند ها و نتیجه که در دست ما هست و برنده مسابقه هم هست منصور ابراهیمی از محترم قماندان صاحب الهام و همچنان محترم یاسین محمدی خواهش میکنم در قسمت تفویض جامی که برای قهرمان وزن در نظر گرفته شده در داخل رینگ تشریف آورده.